سلام بر شما، به برنامه این هفته ایران و جهان خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه نخست در گفتگویی با دکتر جمشید اسدی، آثار ولخرجی ها و دست و دلبازی های دولت محمود احمدی نژاد، موضوع یارانه ها، چشمانداز لغو تحریم های تجاری و مالی، اقتصاد مقاومتی و قرارداد تعاطری ایران و روسیه را بررسی می کنیم. در ادامه در گزارشی به آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین خواهیم پرداخت و پایان بخش برنامه طبق روال گزارش مهستان بختیاری را خواهیم داشت که مروری کرده به تحولات هفته گذشته ترکیه. با ما همراه باشید. دولت حسن روحانی در شرایط کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به منفی 5.8% و تورم بالای 40% بود و پول ملی ارزش خود را به شدت از دست داده بود. در کنار این عوامل، تحریم‌های تجاری و مالی بین‌المللی علیه ایران مشکلات اقتصادی ایران را به شدت افزایش داده. به واسطه این تحریم‌ها فروش نفت به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده و درآمدهای نفتی نیز در دست مشتریان نفتی ایران بلوکه شده است. با این حال آقای خامنه‌ای گفته است باید دست به دست هم دهیم تا اقتصاد را شکوفا کنیم و چشممان به دست دشمن نباشد که کی تحریم‌ها را برمی‌دارد به درک. از آقای دکتر جمشید اسدی پرسیدم که استفاده از چنین اصطلاحاتی چقدر به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند و اصولاً چنین ادعایی برای کشوری که در انزوای بین‌المللی و تحریم‌های گسترده قرار دارد در عالم علم اقتصاد چقدر عملی است؟ بله، از پرسشتون در شگفتم خانم. مگر از آغاز انقلاب در مورد اقتصاد بجز به درک صحبت دیگری از بلندپایگان نظام شنیده بودید؟ امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی هم با واژه‌های هم خیشاوندی استفاده میکرد در این مورد. جناب رهبرم ارزی نگفتن، اما در حال این را باید به روشنی دانست و بینندگان عزیز باید بدانند که درک معنی اقتصادی ندارد، که درک معنی اقتصادی روشنی ندارد، در حقیقت معنی ندارد اصلا در اقتصاد. آنچه که باعث نگرانی است در صحبتی که آقای رهبر میکنند این است که کم و بیش گویا بر تحریم، یعنی بر تنش افروزی و ادامه تحریم حساب باز میکنند، در نتیجه واسهشون چندان مهم نیست، منتها چون میدونن شرایط بسیار مشکل است میخواهند راه حلی پیدا بکنند سوا از اینکه غرب ایران را تحریم بکند یا نکند. البته غرب که نیست، جامعه جهانی است. چون ممکن است اصرار بر این داشته باشند که در مورد پرونده هسته‌ای به آشتی هم نرسیم و اگر نرسیم تحریم های ادامه خواهند داشت، دارن زمینه رو آماده می کنند برای اینکه اقتصاد بدون رابطه با خارج بخواد برگزار بشه، که این بسیار خبر بدی است اگر برای ایران همچین اتفاق بیفته. صندوق بین المللی پول اخیراً اعلام کرده به رغم اینکه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران نشانه‌هایی از ثبات به چشم می‌خورد، اما اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی وضعیت اقتصاد ایران را به شدت بدتر کرده است و چشم‌انداز کوتاه مدت آن همچنان مبهم است. یکی از تلاش‌های حسن روحانی و تیم اقتصادیش اتخاذ سیاست‌هایی برای جذب سرمایه‌های خارجی است. این تلاشات تا چه اندازه موفق بوده؟ ببینید، پرسشتون به دو نکته اشاره داره. یکی گزارش صندوق بین‌المللی پول. این رو به خاطر داشته باشید که صندوق بین‌المللی پول باید به طور بسیار دیپلماتیک گزارش‌های خود رو منتشر بکند، چرا که مثلا جمهوری اسلامی عضو این صندوق است و حق عضویت می‌برگزارد. به خاطرتون هست که در زمان آقای احمدی نژاد گزارشی نوشته بود که بسیاری از ناظرین شتاب زده و یاران و دوستداران آقای احمدی نژاد اون رو به عنوان یک تفسیر مثبتی ارزیابی کرده بودن از سیاست همین یارانه ها که بدان اشاره میکنه. گزارش صندوق بر این پایه بود که کسری بودجه زیاد است،
و برداشتن یارانه ها می تواند کمکی باشد برای یک اقتصاد. اینطور برداشت کرده بودند یارانه آقای احمدی نژاد که کار ما درست است در این مورد که یارانه ها رو برداشتیم. خب این یک مسئله است که باید به آن برخورد بشود. مادامی که اقتصاد ما اقتصاد رقابتی و بازار بنیاد نیست، برداشتن یارانه ها جز سنگینی بر دوش زحمتکشان و مزدبگیران نتیجه دیگری نخواهد داشت. از همین روز که این مشکل حل نمی شود. ببینید یارانه ها رو امروز هی تعداد یارانه بگیر رو کم می کنند. معلومه که این مشکل کسری بودجه دولت رو حل نمی کنند. حل هم نخواهد کرد مادامی که اقتصاد ما اقتصاد راندخاری باقی بماند. اما یک اشاره دیگری هم داشتید در پرسشتون در مورد رابطه ایران با سرمایه گذاری و با خارج به طور کلی. ببینید راه افتادن اقتصاد ایران حتما به سرمایه گذار خارجی احتیاج داره. حالا سرمایه گذار خارجی هم نباشه، برای کشور نفتی احتیاج به بازار نفت داره که نفتش رو بفروشه. خب این بازار نفت خارج از ایران، این یک حساب است، یک حساب به درک گفتن نسبت به جهانی ها. خب اینها با هم در تضاد داره. هر چه بیشتر مشخص است دو سیاست متفاوتی که یکی از سوی آقای رئیس جمهور هست که کم و بیش سیاست اقتصادی متینی پیشنهاد میکند و دیگری سیاست جناب رهبر است که کماکان سیاست تنش افروز پیشنهاد میکند. این دو سیاست با هم همخوانی نخواهد داشت. آقای روحانی اخیراً با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت نهم و دهم گفته در حال برداشتن آوار خرابی 8 ساله هستیم. توان دولت 11 برای برداشتن این آوار چقدر است؟ به باور من بیش از آن که دولت 11 نیاز به توان داشته باشد برای برداشتن آوارهای به جای مانده از دوران آقای احمدی نژاد، نیاز به توان دارد برای رویارویی و مقابله با راندخاران و انحصارگران در اقتصاد ایران. اگر هم آواری به جای مانده است از دوران آقای احمدی نژاد، از جمله بدین دلیل بود که ایشون پروراننده و خود نیز پرورده راندخاران در کشور بودند و این است مشکل اصلی ما. یعنی اگر آواری هست آوار راندخاری است و ایشون باید با راندخاری مبارزه بکنند. دو نکته در این مورد اجازه بدید اشاره بکنم. آقای روحانی نمیتوانند انتقاد بکنند مرتب با آقای احمدی نژاد، نه اینکه انتقاد درست نیست. آسیب‌های فراوانی از آقای احمدی نژاد به اقتصاد ما رسیده است. اما نمیتوان به آقای احمدی نژاد انتقاد کرد و به پشتیبان آقای احمدی نژاد مقام معظم رهبری انتقاد نکرد. بارها مقام معظم رهبری دفاع کردند و پشتیبانی کردند و از خدمات دولت مهر سپاسگزاری کردند. حالا چطور است که این همه آوار را آقای روحانی میبیند و پشتیبان این آوار سازها را نمیبیند؟ خب این صداقت نیست، این صادقانه نیست و این تحلیل درست نیست. اگر برنامه دیگری به من فرصت دادید یک به یک گفتاوری خواهم کرد از جناب رهبر که چگونه از سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد دفاع کرد. پس آقای روحانی باید در این مورد صداقت رو به جای بیارد و بگوید که آقای احمدی نژاد توانست چنین بکند چون پشتیبان قوی داشت. نکته دومی که باید در این مورد اشاره کرد آن است که این آوارها همچنان که گفتم از راندخاری برمی‌آید. آقای روحانی نمی‌توانند از یک سو بفرمایند که این آوارها را باید برداشت، یعنی با راندخاری مبارزه کرد، و از سوی دیگر بگویم سپاه پاسداران محبوب دلهاست و باید کماکان در کار اقتصاد فعالیت داشته باشند. آقای روحانی باید از بین دو صندلی برخیزد و تصمیم بگیرد بر صندلی اصلاحات و اقتصاد بازار بنیاد خواهند نشست یا بر صندلی مقام معظم رهبری و راندخاری. بخشی از تلاش دولت آقای روحانی بر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 متمرکز شده است. با این امید که با رسیدن به توافق نهایی تحریم‌ها برداشته شود و تحرکی در عرصه اقتصادی کشور ایجاد شود. با این حال افق توافق هسته‌ای همچنان مبهم است. با این حساب تا چه اندازه میتوان به گشایش فضای اقتصادی ایران به دنبال تعامل جمهوری اسلامی با جامعه جهانی امیدوار بود؟ باید بسیار امیدوار بود. ببینید و باید کمک کرد و پشتیبانی کرد و به دین راه رفت.
ببینید، من مخالف انتخاباتی بودم به این شکل مهندسی شده که به پیروزی آقای روحانی انجام داد. اما با تمام وجود از مذاکرات تیم آقای روحانی برای یافتن راه حلی در مورد پرونده هسته‌ای پشتیبانی میکنم. این علارسم انتقادی است که به نظام دارم و خودم رو به طور روشن در اپوزیسیون نظام میدانم و فکر میکنم که هیچ انتخاباتی انتخابات دموکراتیک در این کشور نبوده است و من مبارزه برای انتخابات دموکراتیک میکنم. اما امروز کشور در گروگان است. اگر این تحریم ها ادامه داشته باشد، بیشتر از این بر اقتصاد ما لطمه خواهد خورد و ما عملا وارد توسعه نیافتگی شده ایم، در حالی که کشورهایی که همتای ما بودند به سرعت وارد توسعه یافتگی هستند. ببینید، شعار نیست. وقتی که شما نرخ رشد منفی داری، یعنی در یک سال درآمدتون از سال گذشته کمتر است، پس اینجا وارد توسعه نیافتگی شده اید، در حالی که نرخ رشد در تمام کشورها که کمکشون میکنه وارد توسعه یافتگی بشن از سالهای پیش بیشتر. خب این از بزرگترین ایرادهایی است که وجود داره. شما وقتی که کسی عزیزی را به گروگان میگیرد، ممکن است از بسیاری از خواسته ها و امتیازهای خودتون بگذرید که اون عزیز در این گروگانگیری از میان نرود. امروز ایران گروگان است در این شرایط و ما باید کمک بکنیم از این تحریم ها در بیایم. باز هم آنچه که باعث نگرانی من است، بعضی صحبت هایی است که آقای رهبر میکنند. چون من فکر میکنم با تمام کاستی ها و کمبودها تا اینجای مذاکره تیم آقای روحانی در مورد پرونده هسته‌ای مذاکرات مثبتی بوده است، درست بوده است و ببینید هم پورهایی رو که بر مبنای موافقتنامه 24 نوامبر جامعه جهانی تعهد کرده بود از بلوکه شدن باز بکنه، باز کرده است. حالا یک مشکلات دیگری است که اونها حل خواهد شد، ولی از این نباید بهانه به دست سرسختان داد برای اینکه کل این مذاکرات زیر سوال ببرد. آقای خامنه‌ای از اقتصاد مقاومتی گفتند که محور آن کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌های عمومی است. به نظر شما آیا اتخاذ چنین سیاستی بر اقتصادی که به شدت به عواید نفتی متکی است و به دلیل تحریم‌ها با مشکلات عدیده‌ای در نقل و انتقال پول مواجه است، اصولاً امکان اجرا دارد؟ ببینید، این شعارهای آقای رهبر دیگر بیشتر از اینکه به پرسش و پاسخ و تحلیل بیانجامد، واقعا ملال‌آور و کسالت‌آور است. 30 چند سال است که آقایان در مورد جانشینی اقتصاد نفتی صحبت می‌کنند. این دیگر ملال‌آور و کسالت‌آور است که در این مورد بخوان باز کرده. با وجود این، با نهایت احترامی که برای شما و برنامه شما و بینندگان عزیز دارم، در حقیقت وارد گفتگو با شما عزیزان می‌شوم بدون اینکه بخوام به این گفتاوری کسل کننده و ملال‌آور پاسخ بدم که سال‌هاست بی نتیجه تکرار شده است. ببینید، نفت موهبتی است که کشور عزیز ما دارد. استفاده درست از نفت کمک است. آن چیزی که ضرر زده است این است که همین جناب رهبر که انتقاد میکنند به اقتصاد نفتی، بودجه بزرگی از درآمد نفت دارند که شفاف نیست، علیرغم اینکه در حکم حکومتیشون هم میخوان اقتصاد نفتی نباشه، هم میخوان تمام حسابها شفاف باشه. و خودشون مثال خوبی دارن در این مورد. هم درآمد بزرگی دارند از درآمدهای نفتی، هم شفاف نیست. در نتیجه من تقاضام از مردم عزیز این است که بیشتر از این که خواهان این باشم که اقتصاد نفتی جایگزین بشود، این است که اقتصاد راندخاری جایگزین بشود. نفت باعث پیشرفت بسیاری از کشورها هست، نفت میتواند باعث پیشرفت ما باشد. آنچه که به ما ضرر زده است نفت نیست، راندخاری است. اگر آقایان به جای نفت طلا هم بفروشن، همین مکافات رو داره. به جاش اتومبیل هم بفروشن، همین مکافات رو داره. به جاش گندم، هر چی که فکر بکنید. مثلا نفت نیست که گویا فساد ساز رانت خاری ایجاد میکنه، به قول خود آقایون ویژه خاری ایجاد میکنه. شکل مدیریت این است که به این شکل انجام میده است. اقتصاد ما باید بازار بنیاد بشود، اقتصاد رقابتی بشود، دست کارآفرین باشد. در اون موقع خواهید دید که نفت چه فایده هایی برای کشور ما خواهد داشت. اجازه میدید یک نکته آخری عرض بکنم. این بدان میماند که مثلا یک کسی شکایت بکند از اینکه ما باید
اقتصاد زمینه های حاصلخیز خودمون رو جایگزین بکنیم. از این باید استفاده کرد. یا یک کشوری بگوید ما از داشتن بندرهای بزرگ خودمون باید بگذاریم و اینو جایگزین بکنیم. خب اینا تمام موهبت است، باید استفاده درست کرد. تمام دنیا در به در به دنبال نفت و مواد معدنی هستن. جناب رهبر میخوان اینو جایگزین بکنه که چطور بشود؟ راندخاری رو جایگزین بکنید آقا، ویژه خاری رو جایگزین بکنید. به مفاسد اقتصادی اشاره کردید. یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران مبارزه با مفاسد اقتصادی و راندخاری است که دامنه آن به دلیل تحریم های بین المللی و سوء مدیریت ها هر روز بیشتر می شود. مبارزه با مفاسد اقتصادی و راندخاری در اقتصاد ایران که با تحریم ها مواجه است چقدر جدی است؟ نه جدی نیست. جدی نیست. ببینید زمانی که انحصارات بدون رقابت به عده خاصی داده می شود، این یعنی فساد. آقایان فکر می کنند اگر این امتیاز رو به یک آدمی بدهم که نماز روزه می خواند، این دیگر فساد نیست. مثلا به بخشی از بلندپایگان جمعیت مؤتلفه بدهند، این دیگر فساد نیست. اگر به کسی بدهم که به قول خود آقایان فکر کراواتی هستن، این می شود فساد. نه ببینید، همچنان که در سیاست هر زمانی که گزینشی بشود بدون اینکه مردم به روشنی و به طور مستقیم انتخاب بکنند، این شخص انتخاب شده در حقیقت انتصاب شده است و نماینده مردم نیست، در اقتصاد هم چنین است. هر وقت مردم مجبور باشند به کالایی بخرند تا اینکه به جای اینکه در رقابت آزاد اون کالا را بخرند، فساد آغاز شده است. شما حساب بکنید الان ماشین های بسیار مرغوب تر اگر در ایران بیان، به قیمت نازلتر و با کیفیت بهتر به فروش میرن، اما مردم مجبورن همین رو بدهن که انحصارگران گرفتن. فقط در مورد این نیست، مثلا خط لوله گاز هم که در جنوب دادن با همین راندخاری و ویژه خاری دادن، این فساد است. وقتی که مثلا جاده حرم به حرم رو دادن به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، خب این هم فساد است. کل استان خراسان ما، یکی از حاصل خیزترین سرزمین های درون کشور ما، کل اقتصاد در اختیار استان قدس رضوی و از یاران نزدیک مقام معظم رهبری، اینها فساد است. حالا آقایون فکر میکنن فساد یعنی این که، ببینید اینو مردم باید بدونن، یک همچین اقتصاد سراپا فسادی درست کردن و بعد خودشون یک کارگزار به کارگزار، یعنی همین آقای زنجانی، میگویند که ما این انحصارها رو در این شرایط قرار گرفتیم برای اینکه درآمدمون رو از دست ندیم چون تحریم شده ایم، تو ببین میتونی اینا رو دور بزنی یا نه. ایشون دور میزند یا نمیزند بحث دیگری است، من بحثی در مورد آقای زنجانی ندارم، اما این کارگزار آمرین اصلی فساده. باز طبق معمول این رو میگیرن که بگن ما با فساد مبارزه کردیم، کما که یک روزی آقای شهرام جزایری عرب رو گرفتن گفتن ما با فساد مبارزه کردیم. آقا اینا کارگزار پایوران فساد و راندخاری در کشور هستن، اصل رو باید از بین برد. این درست بدان میماند که مثلا فکر کنید من یک بیماری دارم که این عفونت میدن، مثلا بر صورتم عفونت مینشینن و کسی این عفونت رو برداره بگه ما مبارزه با بیماری کردیم، او سر جای خودش است. او کسی که منتفع میشه سر جای خودش آقای عمید زنجانی رو به زندان میندازن. من اینو به روشنی بگم و میدونم که خطری میپذیرم با گفتن این. در میان راندخاران ایران آقای زنجانی از شریفترین آدم است. من هیچ گونه دفاعی از ایشون ندارم بکنم و فکر میکنم در یک دادگاه آزاد و در یک اقتصاد آزاد ایشون حتما باید محاکمه بشن، اما در مقام مقایسه با اینها ایشون کارگزار، کاری رو کردن که ازشون خواستن، حالا دارن شهیدش میکنن، قربانیش میکنن. نباید مردم گول بخورن. این نه بدین معنی است که من میگویم آقای زنجانی یک کارآفرین خودساخته است که در رقابت و آزاد به این مقام رسیده است، خیر، میخواهم بگویم این کارگزار کسان دیگری است که با قربانی کردن این میخوان خطر از سر خودشون رد بکنن. فریب نباید. ایران و روسیه در آستانه امضای قرارداد نفتی 20 میلیارد دلاری هستند که گفته می شود ممکن است به اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران منجر شود. در شرایطی که آمریکا و غرب
وارد تنش‌های تازه‌ای با روسیه بر سر شبه جزیره کریم شدند، اتحاد تجاری و سیاسی تهران و مسکو به نگرانی‌های غرب برای استفاده تهران از مسکو جهت دور زدن تحریم‌ها دامن زده. با این چشم‌انداز، احتمال افزایش تحریم‌ها و سایه آن بر گفتگوهای هسته‌ای چقدر محتمل است؟ بله، ببینید، بیشتر از اینکه به نگرانی غرب در این مورد بپردازیم، به نگرانی خودمون بپردازیم خانم. بسیار نگران کننده است. یادآوری میکنم به شما، پرسش نخست شما رو در مورد گفته های مقام رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و به درک، اینو در کنار این بگذارید که با روسیه قرارداد تهاتری بستن. قرارداد تهاتری برای وقتی است که کشور ما صاحب درآمد نفت خودش نیست، چون در تحریم است نمیتوان درآمد نفتی رو به صورت پول نقل و انتقال داد. در این شرایط یکی راه حلی که آقای احمدی نژاد پیدا کرده بود اینی که به طور تهاتری عمل میکردن، یعنی به هندی ها میگفتن خیلی خوب به ما برنج بدید، و اکثر برنج هم فاسد بود که خود در خود کشورم گزارش کردن. یعنی در شرایطی که شما فروشنده اید و کالای شما خریدار داره، شما باید اختیاردار درآمدتون باشید، نه اینکه درآمدتون در گروه آن چیزی باشد که خریدار بخواد به شما بفروشه. عنایت میکنید، شما وقتی نفت به هند میفروشید درآمد دارید، با اون درآمد بعد هر کاری میخواید بکنید. شما در این رادیو تلویزیونی که کار میکنید حقوق میگیرید، با اون حقوق هر کاری که میخواید میکنید. حالا فکر کنید این رادیو تلویزیون که البته بینندگان متوجه میشوند که این مثال است، به شما بگوید حقوقتون به جای به اندازه حقوقتون از این دیویدی ها و از این فیلم ها و از این قاشق چنگال های توی آشپزخونه بردارید برید. یعنی شما دیگه صاحب اختیار زحمت و کوشش و درآمدتون نیستید. خب این در شرایط تحریم یه زمانی این کار میکردن، حالا باز هم دارن این کار میکنن با شوروی. مثل این که دورنما و افق آقایون این نیست که کشور از تحریم بیاد بیرون. گویا باز قرار است این تحریم ادامه داشته باشد. لابد فکر میکنم یک جایی این مذاکرات رو میخوان تندروی بکنن، خواسته های جامعه جهانی رو نپذیرن و بعد تحریم ها ادامه خواهند داشت. نه خب ما از الان پیشگیری بکنیم با روسیه همچین عملی داشته باشیم. یعنی 100% میفرمایید یا نگرانی جامعه جهانی خواهد بود یا نه؟ و غرب حتما نگران خواهد بود در این مورد. برای من بیشتر نگران اقتصاد کشور خودمون هستم. در مورد تحریم هستم، چه فکر میکنم که باز به جایی که ایران صاحب درآمد نفت خودش باشد با روسیه قرارداد تهاتری میبندن. من نمیگویم با روسیه تجارت نکنن اگر به نفع ایران است. و پول نفت رو بگیرید، هر چی خواستید میخرید، هر چی نخواستید از یه جای دیگه رو میخرید. تهاتری چرا؟ مگر اینکه فکر کنید صاحب پول نیستید. صاحب پول نخواهید بود وقتی که کماکان تنش افروزی رو ادامه میدهید و ایران در تحریم به سر میبرد و نمیتواند صاحب پول خودش باشه و نقل و انتقال در بانکهای بین المللی بکنه. بسیار نگران کننده است این خبر. با سپاس از آقای دکتر جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی که از پاریس با ما همراه بودند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظر خود درباره مذاکرات هسته‌ای گفته است هیچ یک از دستاوردهای هسته‌ای کشور قابل تعطیل شدن نیست و کسی هم حق معامله بر روی آنها را ندارد. او در این حال تاکید کرده که مذاکرات هسته‌ای باید ادامه پیدا کند و در این حال نگاه هزینه فایده‌ای به برنامه اتمی ایران را ساده لوحانه خوانده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از آخرین نشست هسته‌ای گفته است ایران و قدرت‌های جهانی درباره 60% معامله هسته‌ای به توافق رسیدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در وین گفت ایران و قدرت‌های جهانی درباره 60% از معامله هسته‌ای میان طرفین درباره فعالیت‌های اتمی تهران به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی اظهار داشت ما درباره 50-60% پیشنویس نهایی توافق داریم، اما بخش‌های باقی مانده بسیار مهم هستند و شامل موضوعات مختلفی می‌شوند. در همین راستا، کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا،
در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت هدف از مذاکرات کاهش اختلافات برای رسیدن به یک توافق کلیدی است و در همین راستا دور بعدی مذاکرات در تاریخ 13 می 23 اردیبهشت ماه در وین برگزار خواهد شد. وی اظهار داشت در این دور از مذاکرات گفتگوهای اساسی و تفصیلی داشتیم و تمام مسائلی را که می باید بخشی از توافق جامع باشند را پوشش دادیم، اما هنوز کارهای زیادی در پیش داریم تا اختلافات موجود را حل و فصل کنیم. آقای ظریف نیز گفته است با جدیت و به صورت مشترک از 23 اردیبهشت ماه با دیدار پایان کار نگارش مشترک را آغاز خواهیم کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز افزود از 24 اردیبهشت ماه و در جلسه رسمی و بعد در جلسه نگارش میان ما و اشتون مرحله تدوین را آغاز خواهیم کرد. وی گفت در مرحله تدوین چارچوبی را مبنای تفاهم قرار می دهیم و بعد جزئیات را وارد چارچوب می کنیم تا به بهترین شکل مراحل مختلف رسیدن به تفاهم را به پیش ببریم. به گفته ی آقای ظریف از اکنون 3 ماه برای تدوین محصول نهایی فرصت است و برای اینکه در این مرحله حد اکثر دقت را داشته باشیم کمیته مشورتی حقوقی از استادان برجسته حقوق بین الملل و فارغ التحصیلان حقوق بین الملل دانشگاه های معتبر تشکیل دادیم که در این اجلاس برخی از آنها به ما پیوستند و در تهران این کمیته شکل نهایی را خواهد یافت. همزمان با روز دوم مذاکرات وین، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی دستاوردهای زیادی در برنامه اتمی خود داشته است گفت کسی هم حق معامله بر روی دستاوردهای هسته‌ای کشور را ندارد. خامنه‌ای با اشاره به موضوع تحریم‌ها و هزینه فایده فعالیت‌های هسته‌ای گفت چنین نگاهی به موضوع هسته‌ای ساده اندیشانه و ساده لوحانه است. به افزود اگر برخی تصور می‌کنند هزینه دستاوردهای هسته‌ای تحریم‌ها و فشارها بوده، باید گفت قبل از بهانه هسته‌ای نیز تحریم و فشار بر ضد جمهوری اسلامی وجود داشته است. رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرد اگر موضوع هسته‌ای هم نبود آنها بهانه دیگری می گرفتند، همانطور که اکنون و در حین مذاکرات آمریکایی ها بهانه حقوق بشر را مطرح می کنند. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در خصوص اینکه تحریم ها قبلا نیز بوده در حالی است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکنون برای ایران 170 میلیارد دلار هزینه در بر داشته است که بخش اعظم آن نتیجه تحریم ها بوده. در این خصوص چندی قبل منابع اسرائیلی گفتند که از این مبلغ 40 میلیارد دلار طی 20 سال گذشته صرف ساخت و ساز زیر ساخت های هسته‌ای و دایر نگاه داشتن این تأسیسات شده است و در کنار این 40 میلیارد ایران 130 میلیارد دلار نیز به خاطر تحریم هایی که از سال 2012 میلادی علیه کشور وضع شده از دست داده است. بنابراین گزارش از ضرری که ایران بابت تحریم ها دیده 105 میلیارد دلار آن به خاطر تحریم های نفتی و 25 میلیارد دلار نیز در پی تحریم بانکداری، تجارت و صنایع و توسعه و سرمایه گذاری بوده است. پایان بخش برنامه این هفته ما طبق روال هر هفته گزارشی است از مهستان بختیاری، خبرنگار ما در ترکیه، که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار می‌دهد.
آقای رجب طیب اردوغان نخستین سفر خارجی خودشون رو در این هفته پس از انتخابات 3 مارس به جمهوری آذربایجان اختصاص دادن. در سفری یک روزه آقای اردوغان با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان دیدار و گفتگو کردن. گفتگوها بر محوریت روابط دو جانبه، مسائل اقتصادی و انرژی از جمله موضوع خط لوله گاز ترانس آتلانتیک است که قرار هست این پروژه گاز آذربایجان رو از حوزه دریای مازندران به اروپا منتقل بکنه. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارن این پروژه در نوع خودش میتونه رقیب جدی برای دیگر پروژه‌های مشابه در کریدور جنوب باشه. مضاف بر اینکه اروپا هم بسیار امیدوار از طریق این پروژه تا حدود زیادی وابستگی خودش رو نسبت به گاز روسیه کاهش بده. ضمن اینکه این پروژه برای خود ترکیه هم باید گفت که از لحاظ استراتژیک یک فرصت مغتنم هستش. اما سفرهای دیپلماتیک خارجی در این هفته محدود به سفر آقای اردوغان نشد. آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه هم در یک سفر بسیار مهم به نیویورک رفت تا بتونه نگاه جامعه جهانی رو نسبت به عضویت موقت ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلب بکنه. در این زمینه آقای داوودوغلو با مقامات کشورهای اتحادیه اروپا و همینطور مقامات کشورهای حوزه کارائیب دیدار و گفتگو کرد و بر این موضوع تاکید کرد که اگر ترکیه بتونه به عضویت موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیاد، تلاش خواهد کرد در زمینه صلح و امنیت جهانی. البته این موضوع رو ما اشاره بکنیم که ترکیه یک تجربه قبلی هم در این زمینه داره. در فاصله سالهای 2009 تا 2010 هم یک بار ترکیه به عضویت موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد در اومده بود. همین موضوع هم یک فضای خوشبینی رو به ویژه برای رسانه‌های ترکیه و مقامات ترکیه به وجود آورده. اونها عنوان میکنن با توجه به تجربه موفق قبلی ترکیه در این زمینه، جای امیدواری بسیار زیادی هست که این بار هم به عضویت موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیاد. اما در رویدادی داخلی در مورد تحولات داخلی ترکیه، موضوع نسبتاً قابل توجهی که باید بهش اشاره کرد، بیانیه مشترک چند حزب سیاسی ترکیه در پارلمان این کشور است. در اعتراض به حکم دادگاه مصری که حکم اعدام رو برای 529 نفر از اعضای اخوان المسلمین صادر کرده، حزب عدالت و توسعه، حزب خلق، جبهه ملی‌گراها و حزب صلح و دموکراسی در این هفته بیانیه مشترکی رو منتشر کردن. نسبت به این حکم اعتراض کردن و اون رو یک حکم غیر انسانی دونستن و خواستار لغوش شدن. دست کم ما میدونیم حزب عدالت و توسعه همگرایی بالایی با اخوان المسلمین داره و دولت آقای رجب طیب اردوغان بارها به ویژه پس از سقوط دولت آقای مرسی در مصر از این موضوع انتقاد کرد و خواهان بازگشت او به قدرت شد. اما نزدیک به 2 هفته که از انتخابات محلی در ترکیه میگذره، هنوز بازار بحث و گفتگو در این زمینه داغ هستش. از جمله در این هفته شورای عالی انتخابات ترکیه کار بررسی شکایت حزب خلق رو در مورد نتایج انتخابات به پایان برد و در این زمینه یک بار دیگه نتایج انتخابات رو تایید کرد و شکایت حزب خلق رو که خواستار ابطال نتایج انتخابات شده بود در واقع رد کردش. میدونیم دست کم در شهر آنکارا حزب خلق رقابت بسیار نزدیک رو با حزب عدالت و توسعه داشت. اونها معتقد بودن در شمارش آرا دستکاری شده و خواستار ابطال نتایج انتخابات بودن که به هر حال این موضوع از تو شورای عالی انتخابات ترکیه رد شد. هرچند که این فرصت برای حزب خلق هنوز هست که شکایت خودش رو از طریق دادگاه قانون اساسی پیگیری بکنه. اما در رویدادی اقتصادی در حوزه گردشگری این هفته شاید هفته خوشیومنی برای شهر استانبول بود، چرا که برای نخستین بار شهر استانبول به عنوان جذابترین نقطه گردشگری جهان انتخاب شد. ماسه ترابلز چویس دستینیشن که هر سال در واقع نظرسنجی رو از طریق کاربران خودش در این زمینه انجام میده، امسال شهر استانبول رو در این بار انتخاب کرد در رقابتی تنگاتنگ و مهم با شهرهای تاریخی همچون روم و پاریس. به هر حال میدونیم ترکیه در طی 1 دهه گذشته به ویژه سرمایه گذاری عظیمی در بخش گردشگری انجام داده و
چه در حوزه زیرساخت‌ها، چه در حوزه خدمات و تبلیغات، و انصافاً هم بازده مناسبی رو از این طریق به دست آورد. دست کم سالانه 20 میلیارد دلار درآمد ارزی از طریق توریسم داره و به هر حال انتخاب شهر استانبول در این هفته به عنوان جذاب‌ترین نقطه گردشگری جهان بی تأثیر با این تلاش‌های چند ساله ترکیه در زمینه گردشگری نبوده. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با برنامه‌های دیگر ما برای کسانی که موفق به دیدن پخش زنده آن نمی‌شوند در وبسایت ما در دسترس خواهد بود. مثل همیشه راه‌های ارتباطی ما وبسایت تلویزیون ایران فردا، فیسبوک و ایمیل ماست که نشانی آنها بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده. با ما در تماس باشید و با نظرات خود ما را در بهبود برنامه یاری کنید. منتظر پیشنهادات و انتقادات شما بینندگان عزیز هستیم. تا برنامه دیگر، بدرود.